با درود به شما بینندگان و شنوندگان شبکه خبری فارسی صدای آمریکا، اجرای برنامه روی خط چهارشنبه 23 دی ماه 1388 13 ژانویه 2010 رو من سیامک دهخانپور بر عهده دارم. همونطور که روز دوشنبه اعلام کردیم، موضوع برنامه این هفته واکنش جمهوری اسلامی به نفوذ خارجی است. آیا قرار دادن مؤسسات تحقیقاتی و رسانه‌ای در لیست وزارت اطلاعات ناشی از سوءزنی بیمارگونه و ترس از انقلاب مخملی است یا یک نگرانی موجه است؟ وزارت اطلاعات هفته گذشته ادعا کرد 60 مؤسسه فعال خارجی را که در نارامی‌های پس از انتخابات در ایران نقش داشتند کشف کرده است. مقامات جمهوری اسلامی که به شدت می‌کوشند عامل خارجی را منشأ آشوب سیاسی در ایران جلوه دهند، امروز رسماً ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک اتمی دانشگاه تهران را به آمریکا نسبت دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 24 ساعت پس از این ترور که حکومت و اپوزیسیون درباره عامل اون دو برداشت کاملا متفاوت دارن، به اپوزیسیون توصیه کرد از انتشار بیانیه‌های وسوسه آمیز برای بیگانگان پرهیز کنند. امروز وقتی پای منافع ملی و امنیت ملی ایران در میان است و به عینه می‌بینید چه می‌گویند و چه می‌کنند، جای درنگ نیست. تمام مسائل غیر از منافع ملی و امنیت ملی باید به کناری نهاده شود. رئیس مجلس شورای اسلامی یک روز پس از قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک اتمی دانشگاه تهران که بنا به گزارش‌ها با یک بمب قوی جاسازی شده در یک موتورسیکلت و از راه دور منفجر شد، به اپوزیسیون توصیه کرد پشت آیت الله خامنه‌ای قرار بگیرند و اختلافات را به فرصتی دیگر موکول کنند. وبسایت جنبش راه سبز با مطلبی تحت عنوان ترور سیاه علیه استادی سبز، انگشت اتهام به سوی ستاد کودتا یا مثلث شوم، بر واکنش سریع دولت به این ترور و تلاش برای وارونه جلوه دادن شخصیت علی محمدی انگشت می‌گذارد. احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت سبز که میگوید از دوستان دیرین علی محمدی بوده است، در این سایت می نویسد این استاد دانشگاه از مخالفان دولت احمدی نژاد و از حامیان میرحسین موسوی بود و در تظاهرات ضد دولتی شرکت می کرد. حال بعد از ناکامی در همه این روش‌های خصمانه به حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای روی آوردند. خواهید دید که این اقدامات تروریستی نیز نتیجه نخواهد داشت. لاریجانی امروز انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه رفت. رئیس جمهوری آمریکا را به حمایت از تروریسم متهم و این ترور را بخشی از سناریوی مخالفت غرب با برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرد. آمریکا این اتهامات را مهمل خوانده است. به رغم تلاش رهبران نظام برای معرفی علی محمدی به عنوان دانشمند برنامه هسته‌ای ایران، علی شیرزادیان، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، دیروز گفت او عضو سازمان نبوده است. لاریجانی بیانیه وبسایتی موسوم به تکاوران تندر انجمن پادشاهی ایران را که مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت، ردگم کردن نهادهای اطلاعاتی آمریکا عنوان کرد. چند ساعتی گروه سلطنت طلب بی‌هویت که در آمریکا تحت سیطره CIA روزگار می‌گذرانند، طی اطلاعیه اقدام تروریستی را به گردن گرفتند. شاید CIA و رژیم صهیونیستی تصور کردند که با این اطلاعیه بی سر و ته می توانند رد گم کنند. انجمن پادشاهی ایران هر گونه نقش در این ترور را رد کرده و سایت تکاوران تندر را ابزاری در دست سپاه و وزارت اطلاعات خوانده است. اپوزیسیون احتمال اینکه این ترور ادامه تندروی‌هایی چون ترور علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی باشد را مطرح می‌کند. اما مقامات رژیم آن را ادامه طرح نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل برای ربودن و قتل دانشمندان هسته‌ای ایران چون شهرام امیری و اردشیر حسن‌پور می‌دانند. بعضی وبلاگ‌ها از تصمیم علی محمدی برای خروج از ایران خبر دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز به آمریکا و غرب هشدار داد با جفسازی تلاش نکنند نشان دهند رژیم ضعیف شده است. اونها فکر کردند با تبلیغات، با هیاهو ملت ایران و دولت ایران ضعیف شده است.
بعضی از اونها برای ما پیغام آوردن، گفتن برداشت ما این است که امروز ملت و دولت ایران ضعیف شده است، بنابراین باید فشارها رو زیاد کنیم تا ملت ایران به دنبال عدالت در داخل ایران و در عرصه جهانی نباشد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری ترور دکتر مسعود علی محمدی رو آغاز خطر تازه توطئه علیه نظام اسلامی توصیف کرد. در شرایطی که ایران بیش از هر زمان به اطلاع رسانی سالم نیاز دارد، وزارت اطلاعات ایران هر گونه همکاری مردم ایران با شبکه‌های رسانه‌ای، ماهواره‌ای و اینترنتی چون صدای آمریکا را ممنوع کرده و همکاری با سازمان برانداز محسوب کرده است. در این بخش از برنامه در حضور آقای استیو ردیش سردبیر کل صدای آمریکا هستیم. آقای ردیش کار خودش رو سال 79 همزمان با انقلاب 57 با کار در رادیو WTOP در واشنگتن آغاز کرد. ایشون پس از 20 سال همکاری با CNN و کسب 3 جایزه معتبر از جمله 2 جایزه امی به صدای آمریکا پیوست. آقای ردیش به برنامه روی خط خوش اومدید. Thank you very much. خیلی متشکرم. خوشحالم که در برنامه شما هستم. آقای ردیش، این حرکت صدای که در واقع صدای آمریکا رو در فهرست سیاه وزارت اطلاعات قرار بدن، به نظر شما از چه ناشی میشه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ شاید من شخص مناسبی نباشم که این سوال از من پرسیده شود. فرض بران است که رژیم ایران، حکومت ایران و رهبران ایران خواستار آن نیستند که مردم در جریان اطلاعات قرار بگیرند و نگران این موضوع هستند. آنچه که ما می‌خواهیم انجام دهیم آن است که اطلاعات را به طور جامع، قابل اعتماد و دقیق در اختیار مردم قرار بدیم. نه تنها آنچه که در ایران می‌گذرد، بلکه آنچه که در جهان در جریان است، آنچه که در آمریکا در جریان است، روابط آمریکا با دیگر کشورها و امثال هم. چنین اطلاعاتی به نظر می‌رسد که رهبران ایران نگران چنین اخبار و اطلاعاتی هستند. چرا نگرانند؟ بنده شخص مناسبی نیستم که سوال از من شود، ولی به نظر می‌رسد که رهبران تهران نگران مردم هستند تا نگران اخبار. فکر می‌کنید این حرکت چه تأثیری روی فعالیت‌های صدای آمریکا بگذاره؟ من فکر می‌کنم تأثیر این تصمیم باعث خواهد شد نه تنها فقط برای صدای آمریکا و قدرت صدای آمریکا برای آنکه با مردم ایران و داخل ایران ارتباط برقرار کنند، هرچند که این موضوع بسیار مهمی برای صدای آمریکاست، ولی علاوه بر این موضوع نگرانی های دیگری رو هم ایجاد خواهد کرد در رابطه با اینکه مردم بخواهند با صدای آمریکا و دیگر نهادهای طرح شده در این فهرست ارتباط برقرار کنند، ولی این امر باعث خواهد شد که اطلاعات دقیق در رابطه با آنچه که در ایران می‌گذرد در اختیار مردم قرار نگیرند و آنچه که در واقع رهبران ایران نگران هستند و نمی‌خواهند که مردم ایران ارتباط برقرار کنند و اطلاعات لازم رو در اختیار رسانه‌های مختلف قرار بدن. این که صدای آمریکا خواستار آن است که ارتباط برقرار کنند با منابع داخل ایران، البته مشکل زا خواهد شد این تصمیم وزارت اطلاعات. آقای ردیش، حتی پیش از این ماجرا اعضای هستند در اپوزیسیون در ایران و در خارج از ایران که امتناع می‌کردند از تماس با صدای آمریکا. فکر می‌کنید این حرکت این فضا رو سخت‌تر می‌کنه و واقعاً چه تدبیری شما اندیشیدین برای اینکه این صداهای بیشتری رو ما در واقع بتونیم وارد برنامه‌ها و پوشش خبری خودمون بکنیم؟